سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیروزی هستم. این برنامه را اختصاص دادیم به جنبه‌های اقتصادی برجام و تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر معیشت و زندگی شهروندان ایرانی را به بحث می‌گذارم با کارشناس برنامه. با ما همراه باشید. هفته گذشته برجام، اجرایی و تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران رسما لغو شد. تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله سیستم بانکی و مالی و همچنین صادرات نفت تأثیر منفی گذاشته بود. با رفع تحریم‌ها مردم ایران منتظرند تا اقتصاد جان تازه‌ای بگیرد و آثار ملموس رونق اقتصادی را در زندگی خود حس کنند. بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی هم آماده می‌شوند تا وارد فعالیت‌های اقتصادی با ایران شوند. حالا همه مردم ایران از کوچه و بازار تا فعالان اقتصاد این پرسش را مطرح می‌کنند که رفع تحریم‌ها چه فرصت‌هایی پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد و تأثیر لغو تحریم‌ها از چه زمانی بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. این پرسش‌ها را با مهمانم دکتر حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان می‌گذارم. درود بر شما و خوش آمدید به برنامه. سلام سرکارم شیرازی، خدمتون هستم. با سلام خدمت همه بینندگان ارجمندتون. آقای دکتر، برای ما و بینندگان ما بفرمایید فضای کلان اقتصاد ایران در کوتاه مدت با برداشته شدن تحریم ها چه تغییری خواهد کرد و آیا میتونیم امیدوار باشیم که اقتصاد ایران پس از سالها نابسامانی و آشفتگی سر و سامانی بگیره؟ از بکنم آغازی که دولت انجام داده بسیار فعالانه است، یعنی اونی که به دولت ایران مربوطه با حداکثر تلاش و حداکثر سرعت سعی میکند این کارها رو به سامان برگردونه. در نتیجه در همین چند روز گذشته ارتباطایی که با آلمان، فرانسه عرض کنم بوده، صحبت از عقد قراردادهایی است، مثلا برای خرید 114 فروند هواپیما برای ترمیم ناوگان هوایی بسیار عرض کنم از کار افتاده ایران، همینطور مسافرتی که قرار رئیس جمهور ایران به ایتالیا بکنه، یا سفری که رئیس جمهور چین به ایران میکنه، یا مسافرتی که با هیئت تجاری قرار وزیر خزانه داری انگلستان به ایران انجام بده، در نشه فعالیت ها ادامه داره. منتها نتیجه این فعالیت ها چه خواهد شد؟ هنوز برخی از تحریم ها به جا مونده. در نتیجه هشداری که کشورهای طرف معامله با ایران به تجار خودشون میدن این است که احتیاط بکنند، برای اینکه در ایران اولا یک سری تحریم ها بجاست و نباید روی اون موارد حساس پا بگذارند. تحریم های آمریکا در این زمینه باید مورد احترام قرار بگیر، رعایت بکنند و عرض کنم تحریم هایی که مربوط به پدیده اتمی نبوده، مربوط به نقض حقوق بشر و اشاعه تروریسم و حمایت از تروریسم، اینا بندهای مشخص جداگانه داره، اینا باید رعایت بشه. و در نتیجه موارد دیگری که در خود ایران وجود داره، یعنی نپرداختن رشوه، چون تجارت سالم یکی از خواسته های بسیاری از این کشورهاست و در نتیجه چون ایران از نظر ارتشا در ردیف بسیار بالایی قرار داره، مسئولان تجارتی و اقتصادی انگلستان، آمریکا و دیگر کشورها به تجارشون هشدار میدن که مواظب اون موارد باشن، هر جا که تردید دارند با مسئولان کنسولگری ها و مسئولان تجارت و سرمایه گذاری کشور خودشون گفتگو بکنن. در نتیجه برخی از این بغرنجی ها وجود داره، ولی انتظار هست که به تدریج این یخ آب بشه و بخشی از دارایی های ایران که در خارج مسدود منجمد هست وصول بشه. نخستین گام رو دیروز در واقع برداشتند و آمریکا 1.7 میلیارد دلار به ایران پرداخت کرد
و این رو آقای وزیر خارجه ایران اعلام کرد. البته توضیح ندادند که این از چه بابتی بوده و چگونه، برای اینکه این سوء زن وجود دارد که این رقم وصولی در واقع میبایست بسیار رقم بالاتر از اینایی باشه، چون علی‌الظاهر این مبلغ همون مبلغی که ایران در دوران شاه سرمایه گذاری گذاشته بوده در حساب تنخواهگردان آمریکا برای اینکه از اونجا 10 میلیارد دلار اسلحه بخره. با احتساب سود و بهره که در این مدت بهش تعلق گرفته، رقم بسیار بالاتر از 10 میلیارد دلار محاسبه میشه و ایران در واقع رضایت داده که 1,700,000 دلار از این دریافت کنه. در این زمینه باید دولت توضیح بده این چیست، چون این قبول در واقع این رقم به این دعوای ایران که طی این 36 سال ادامه داشته پایان میگذره با امضای رسمی دولت ایران. از این بگذاریم، آقای دکتر باز میخوام قطع میکنم به موضوع تحریم ها و میزان آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران میپردازیم، اما من تاثیر در واقع برداشته شدن تحریم ها رو روی زندگی مردم میخواستم بپرسم. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارن که در کوتاه مدت امکان بهبود نسبی شرایط زندگی مردم وجود داره، ولی برای تغییر شرایط کلی به یک زمان طولانی تری نیاز است. اصولا تاثیر لغو این تحریم ها از چه زمانی بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد و چقدر طول میکشه تا لغو تحریم ها اثر خودش رو بر اقتصاد و معیشت مردم نشون بده؟ دقیقا این مسئله رو باید ببینید در مکانیزم تأثیر رفع تحریم ها در زندگی مردم باید دید، یعنی وقتی تحریم ها برداشته شدند چگونه این روی زندگی مردم باید مؤثر باشه. این راه ها یکی این است که پول هایی که دولت باید وصول بکنه و اینها را هزینه بکنه، نظیر رقمی که عرض کردم دولت میخواد 10 میلیارد دلار هزینه بکنه برای وارد کردن 114 دستگاه هواپیمای ایرباس، خب این در زندگی مردم این تاثیر رو داره که از شر هواپیماهای بسیار کهنه از کار افتاده و هواپیماهای بسیار نامرغوب روسی رها میشه و این در تصادفاتی که این هواپیماها رکورد گذاشتند تاثیر خواهد گذاشت. منتها تاثیر اساسی اون وقت خواهد بود که اقتصاد ایران رونق بگیره. برای رونق گرفتن لازمش این است که در ایران سرمایه گذاری انجام بگیره، سرمایه گذاری ایجاد اشتغال بکنه، سطح دستمزدها رو بالا ببره، ولی برای این زمان بسیار طولانی تری لازم داره و هنوز مشخص نیست که دولت ایران در این زمینه چه مقدار توانایی از خود نشون خواهد داد که ایران رو برای سرمایه گذاران خارجی جالب بکنه، برای اینکه بسیاری از طرفهای تجاری که امروز به ایران نزدیک میشن در واقع برای فروش کالا نزدیک میشن و یا در شرکت کردن در بخش نفت و گاز. در نتیجه برای اون یکی یک سری اقدامات بسیار جدی از سوی دولت ایران ضرورت داره و اینا هنوز ظاهرا در توان دولت نیست که اینا رو انجام بده که کشور رو برای سرمایه گذاری خارجی از کلام امن بکنه. برای این کارها اقدامات در جای دیگری عرض کنم گفته شده که چه اقداماتی لازمه، هم در زمینه‌های قانونی حقوقی باید مواردی در ایران تصحیح بشود، مثلا منع قانونی سرمایه گذاری که در قانون از در قانون اساسی ایران وجود داره این باید تصحیح بشود و تصویب قوانین دست دوم که خود مشمول قانون اساسی هستند در واقع نقض قانون اساسی است و سرمایه گذاران متوجه این هستند. از سوی دیگر عرض کنم بازار رو باید، ورود به بازار رو، کسب و کار رو در اونجا تسهیل بکنند و از شر یک بیروکراسی بیمار
رهایی بدن این روح و مثلا در زمینه کسب مالیات ها و عوارض این چندگانگی رو بردارن، این رو تجمیع بکنن، در نتیجه سرمایه گذار خیالش راحت باشه و تضمین بدن که سرمایه گذاری که وارد می شود میتونه سرمایه گذاری طبق قوانین انجام بده و سود و سرمایه خودش رو برگردونه. در نتیجه اگر در که بپذیریم، یعنی این اصلاحاتی رو که شما الان بهش اشاره کردید، بپذیریم که این اصلاحات در اقتصاد ایران در خوشبینانه ترین حالت اتفاق بیفته، در بلند مدت رفع تحریم ها چه تأثیری بر اقتصاد کشور میگذاره؟ اگر فرض رو بر این بگذاریم که این اصلاحات انجام گرفته، طبیعی است که سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران ایرانی در خارج و یا در داخل ایران تشویق خواهند شد سرمایه گذاری بکنند و بیکاری بسیار بسیار بالایی رو که در ایران هست پایین بیارن. این در واقع مبارزه با رکودی خواهد شد که دولت بهش نیازمنده، ولی برای اون اقداماتی لازم هست که برخی از این اقدامات مثلا برخورد کردن و رقابتی کردن بخشایی که امروز در اختیار سپاه پاسداران هستند، این از توان دولت بالا میره، در نتیجه یعنی فراتر از توان دولته. در نتیجه در این زمینه ها اگر مجموعه نظام همکاری بکنن با دولت، دولت و رهبری سپاه پاسداران رو الزام میکنن که در اون زمینه ها تن بدهند به برنامه های دولت و اجازه بدن که این بخش خصوصی بشود و به صورت آزاد در بازار با دیگران رقابت بکنند، در این صورت به تدریج این یخ آب خواهد شد. خود آقای روحانی هم اشاره کردند که مشکلات اقتصادی ایران با این گشایش، منظورشون رفع تحریم ها، از به طور کلی برطرف نمیشه و راه سختی در پیش داریم. منظور آقای روحانی دقیقاً از این واژه راه سخت چیه؟ دقیقا همین مسئله است. دولت متوجه مشکلات خودش هست. ملاحظه بفرمایید تحریم ها در طی 3-4 سال گذشته بهانه ای بوده برای توضیح عقب ماندگی ساختاری اقتصاد ایران. در اقتصاد ایران طبق اطلاعاتی که خود دولت در اختیار میگذاره، در حدود 70% تولید ملی در اختیار نهادهای غیر خصوصی است و از این نظر مالیه دولت بسیار بسته، دستای دولت در این زمینه بسیار محدوده. از سوی دیگر در این بازارها که به صورت انحصاری و مافیایی اداره میشند، اینها به دولت مالیات هم نمیدن، در نتیجه دولت درآمد مالیاتیش به شدت پایینه، نه به علت اینکه از مالیات پردازانی نظیر کارگران و کارمندان مالیات نمیگیره، بلکه از بخش بزرگی از تولیدهای پرسود کشور مالیات دریافت نمیکنه. برای ایجاد بازار رقابتی و برای تقویت بخش خصوصی هم اقدامات سیاسی و اقتصادی لازمه، هم اقدامات حقوقی و قانونی لازمه. دولت در این زمینه باید بتونه کارهای اساسی انجام بده. مقابله با ارتشا یکی از این موارده. تا این مشکل حل نشود، سرمایه گذار خارجی اطمینان به ایران نخواهد کرد. تا مثلا هنوز در ایران محکمه های انقلابی به کار خودشون ادامه بدند، سرمایه گذار خارجی از اینکه 4 نفر عرض کنم آخون بتونن سرمایه اونا رو مصادره بکنند به زیر این خطر نخواهد رفت و در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد. حکومت قانون یکی از ضرورتهای اولیه سرمایه گذاری در جهان و تا در ایران حکومت قانون مستقر بشود و فرمان ولایت فقیه نباشه، تا اون زمان در ایران سرمایه گذاری جدی انجام نخواهد گرفت. به موانع سرمایه گذاری در ایران بر میگردیم، اما به نظر میرسه که از مشکلات دولت آقای روحانی اینه که با توافق هسته امیدهای زیادی رو برای ارزانی و رونق بازار کسب و کار ایجاد کرده، امیدهایی که توقع مردم رو از توافق هسته و آقای روحانی بسیار بالا برده و در واقع بسیاری از مردم در انتظار معجزه پس از توافق هسته و اجرایی شدن برجام هستند. سوال اینجاست که آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها مشکلات اقتصاد ایران که یک سری مشکلات ساختاری هم هست حل میشه؟
این یکی از مخاطرات است که دولت رو تهدید میکنه که انتظارات مردم بیش از آنی که دولت بتونه برآورده بکنه بالا بره و خواه و ناخواه بالا میره. برای دولت از یک سو ناگزیر از آنچه که انجام داده و کار مهمی بوده اینو به مردم بگه، از سوی دیگر با موانعی روبروست که نمیتونه، مثلا دولت ضمن اینکه مسئله برجام رو به نتیجه رسونده و این اقدام بزرگی بوده، در عین حال با مقوله انتخابات روبروست که در اون انتخابات میخواهند دوباره انتخابات به اصطلاح مهندسی شده رو به دولت تحمیل کنند و مجلسی رو در کنار دولت قرار بدن که طبق مثل مجلس اکنونی کارشکنی بکنه و به دولت را نیاد. در نتیجه در این زمینه ها انتظاراتی که آفریده می شود بسیار فراتر از آن است که دولت بتونه انجام بده. گزارشی که دو سه روز پیش بانک مرکزی ارائه داده از وضعیت اقتصادی و مالی بسیار ناسازگار حکایت کرده. در اونجا تمامی شاخص ها منفی و گزارش که اینکه ایران دوباره وارد مرحله رکود شده. این موارد با وارد شدن پولهای خارجی احیانا اندکی تکون خواهد خورد، ولی دولت در اینکه نشان بدهد واقعا اقتصاد ایران داره را میاد و به مقوله رکود غلبه میکنه، راه بسیار ناهموار و دشواری رو پیش داره که اقلن دو سه سالی طول خواهد کشید که آثارش معلوم بشه. در واقع روی همین موضوع کارشناسان بسیار ابراز نگرانی کردند و برخی اقتصاددانان معتقد هستند که رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نمیشه و حتی برخی تحلیل های بدبینانه تر هم وجود داره که میگه رفع کامل تمامی تحریم ها به زمان حدود 25 سال وقت احتیاج داره. با این تحلیل ها چقدر موافقید؟ از کنم اونی که در برجام گفته شده در واقع تا 10 سال تحریم های مربوط به امور هستی باید برطرف بشه به شرطی که ایران به تمام تعهداتش عمل بکنه. تا کنون ایران به دقت و به سرعت به تعهدات خود عمل کرده. بعد از 8 سال تحریم ها از مرحله تعلیق به مرحله لغو شدن میرسه. 2 سال بعد هم پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل بیرون میاد. ولی در کنار این تحریم های نوع دیگری که وجود دارند، یعنی حمایت ایران از تروریسم، این یه مقوله بسیار جدی است و رفته رفته هم تشدید می شود. هم فعالیت ها و ماجراجویی های ایران در کشورهای نظیر عراق و یمن و سوریه تشدید می شود و هم حساسیت بین المللی نسبت به امور افزایش پیدا می کنه. در نتیجه این تحریم ها تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی واقعا وارد جامعه جهانی نشده و در امور عرض کنم امنیت و صلح با آن همگام نشده ادامه خواهد داشت. در نتیجه اینا همه بستگی دارد به اینکه کارنامه جمهوری اسلامی در این مدت در کدوم سو حرکت بکنه و الا اون تحریم های دیگر هم اگر طی 1-2 سال جمهوری اسلامی نشان بدهد که به حقوق بشر احترام میگذاره، به انتخابات درست پایبند، از تروریسم بین المللی حمایت نمیکنه، اینام به سرعت میتونن رفت بشن. در اون صورت ایران یک عضو از کنم تمام حقوق جامعه بین المللی میتواند باشه. من میخوام برگردم به موضوع دارایی های بلوکه شده ایران. در سالهای اخیر میلیاردها دلار از درآمد ایران عمدتا از محل صادرات نفت در کشورهای مختلف بلوکه شده بود. این پولها به تدریج دارن آزاد میشن و به جمهوری اسلامی بازپس داده میشوند. رقم های متفاوتی از مقدار این پولهای بلوکه شده ارائه شده. آیا مشخص هست دقیقا رقم این پولها چقدره؟ نهادهایی که باید این را مشخص معلوم کنند، در درجه اول بانک مرکزی ایران، وزارت نفت و وزارت اقتصاد.
اینا حرفای متعارضی در این زمینه گفتند. از مقامات خارجی آقای اوباما صحبت 150 میلیارد دلار کرده، بعد تا رقم 120 و 110 میلیارد دلار از سوی وزرای مختلفش اعلام شدند، ولی بعد بانک مرکزی ایران این رقم رو 29 میلیارد دلار، بعد هم با توضیحی اندکی کمتر اعلام کرده است. علت این اختلاف در ارقام این هست که دولت‌های سابق، یعنی دو دولت احمدی نژاد، در واقع وقتی نفت رو میفروختند، پول اون نفت رو قبل از وصول کردن به حساب بستانکاری بانک مرکزی میگذاشتند و معادل ریالی اون پول رو از بانک مرکزی گرفته و هزینه میکردند. در اینجا بانک مرکزی بیانش منطقی است، اون این که این رقم اگر وصول بشه نمیتونه برای بار دوم تبدیل به ریال بشه و هزینه بشه، چون معادل ریالیش وارد نظام مالی ایران شده و تورم لازم رو هم ایجاد کرده است. ولی به هر صورت وقتی اینا وارد میشن، اینا امکاناتی رو برای واردات به کشور وارد فراهم میارن، بیان که نیازی به تبدیل اونها به ریال باشه. در نتیجه اگر این ارقام مثلا در حدود 100 میلیارد دلار وصول بشود، مسئله دومی که باقی میمونه اون این است که این مبلغ واقعا در اختیار دولت قرار میگیره یا در اختیار دولتی که در ورای دولت هست قرار میگیره، یعنی بیت رهبری به علاوه سپاه پاسداری رو تصرف میکنن و این رو میبرن به خارج کشور، یا اینکه دولت میتواند با این پول استفاده کنه و موارد مورد نیاز کشور رو وارد بکنه. در یک نگرانی دیگه که این زمینه، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، یک نگرانی دیگه که در مورد این پول ها وجود داره اینی که بسیاری نگران آثار تورمی آزاد شدن این پول ها هستند و افزایش واردات بیرویه به کشور. این نگرانی چقدر جدیه؟ این نگرانی زمانی موجهه که این پول ها تبدیل به ریال بشن. اگر تبدیل به ریال نشن، که در این زمینه بانک مرکزی تعهد میکنه که عرض کنم انضباط لازم رو رعایت بکنه، از این نظر هم میگوید که فقط 29 میلیارد دلار این مال بانک مرکزی است، یعنی میشود به ریال تبدیل کرد، بقیه رو نمیشود. اگر با این پول واردات مواد و کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای زیربنایی که مورد نیاز سرمایه گذاران است به کشور وارد بشود، قطعا ایجاد تورم نخواهد کرد. آقای روحانی صحبت از رشد 8% اقتصاد کردن، با توجه به ساختار اقتصاد ایران دستیابی به این رشد چقدر محتمله؟ ببینید، ما الان در مرحله رشد 0% هستیم. گزارشی که بانک مرکزی همین 3 روز پیش اعلام کرده، صحبت رشد 0.6% در اونجا هست. در نتیجه ایران در مرحله رکوده. بر مبنای این عرض کنم اگر همه چیز درست انجام بگیره، می شود پیشبینی های مثلا بانک جهانی رو تا حدودی صحیح دونست. بانک جهانی در حدود 5.8-5.9 رو پیش بینی میکنه و اگر تمام کارها درست پیش بره، احتمال اینکه چنین رشدی پدید بیاد وجود داره. ولی بنده فکر میکنم که رشدی که در سال پیش روبروی اقتصاد ایران وجود داره بالای 4% نخواهد بود. البته آقای روحانی دستیابی به رشد 8% رو با کمک سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر دونستن و از جذب سرمایه خارجی استقبال کردند، در حالی که رویکرد آیت الله خامنه‌ای به اقتصاد همچنان مبتنی بر پتانسیل های داخلی و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی هستش. با این تفاوت دیدگاه میان آقای خامنه‌ای و آقای روحانی، چقدر میتوان به جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران امیدوار بود؟ ببینید، مقوله‌ای در ایران مطرح شده با عنوان اقتصاد مقاومتی. من واقعا به تمام عرض کنم دوستانی که دسترس به خوندن این سند دارن، سند چند صفحه‌ای 24 ماده است، توصیه میکنم این رو بخونن. در اونجا هیچ معجزه‌ای وجود نداره، یه حرفای بسیار معمولی است که این رو تبدیل کردند به یه مسئله‌ای که ظاهرا شفای تمام دردهاست، چون مرتب به سر دولت
دولت میکوبند که چرا با اقتصاد مقاومتی عمل نمیکنه. اقتصاد مقاومتی یه سری مطالب کاملا بدیهی رو عنوان میکنه، یه سری مسائل متعارض هم عنوان میکنه. مثلا در اونجا گفته میشود که اقتصاد باید درونزا باشه، یعنی درون اقتصاد ایجاد ارزش بکنه و اقتصاد تولیدی باشه. برای اینکه اقتصاد درونزا باشه باید سرمایه گذاری های کلان در اون انجام بگیره که در واقع ارزیابی محاول اقتصادی جهانی برای 10 سال آینده ایران حدود 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو ضروری میدونند، حدود 1 تریلیون دلار. خب شما اگر شرایط لازم سرمایه گذاری رو فراهم نیارید سرمایه گذاری انجام نخواهد گرفت. یکی دیگر از مواد در همون ماده اقتصاد مقاومتی گفته میشه اقتصاد باید برونگرا باشه. برونگرا بودن یعنی که در شبکه جهانی تجارت جهانی وارد بشه و ملت‌های دیگه رقابت و همکاری بکنه. شما اگر سیاست خارجیتون فقط مبارزه با تمام جهان، جنگ با تمام جهان باشه، اختلاف با تمام جهان باشه، برونگرایی معنی نداره. در نتیجه همونایی که در ایران صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنن موانع بزرگ اجرای چنین اقتصادی هم هستند. با لغو تحریم ها بسیاری از شرکت های خارجی برای ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردند. شما به موانع سرمایه گذاری اشاره کردید، اما با توجه به ساختار اقتصاد ایران در حال حاضر با رفع تحریم ها مهمترین موانع سرمایه گذاری در ایران چی، اگر خیلی کوتاه به ما بفرمایید؟ سرمایه گذاری خارجی در درجه اول نیازمند امنیت حقوقی است. در نتیجه این یک مورد که اشاره کردم، مثلا هم نقض قانون اساسی در اونجا وجود داره، هم وجود دادگاه‌های انقلاب تهدیدی است برای هر سرمایه گذار. از سوی دیگر وجود بازارهای عادلانه و رقابتی در بخش خصوصی، چنین چیزی در ایران وجود نداره، اونی که وجود داره بسیار نحیفه. در نتیجه رقابتی کردن بازار و تسهیل مقررات کسب و کار یکی دیگه از موارده که برای سرمایه گذاری خارجی ضرورت داره. سرمایه گذاری خارجی من فکر میکنم در مرحله کنونی در ایران انجام نخواهد گرفت، بجز بخش نفت و گاز و سرمایه گذاری در ناوگان عرض کنم هوایی و ریل ها راهن از نرفا. در این زمین ها ممکنه سرمایه گذاری انجام بگیره، ولی سرمایه گذاری در دیگر بخش ها به احتمال قوی در سالهای بعد از مشاهده رفع موانع عملی خواهد شد. اونی که فعلا اقبال می شود به بازار ایران برای فروش کالاهاست و نه برای سرمایه گذاری. دکتر حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه. خواهش میکنم. با تشکر. بینندگان گرامی با ما بمانید با ادامه برنامه. اما در این قسمت از برنامه با بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه همراه میشویم که نگاهی دارد به مهمترین تحولات هفته گذشته ایران و منطقه. این هفته در ترکیه بازداشت حدود 20 چهره دانشگاهی تنها به دلیل امضای یک بیانیه بسیار خبرساز بود. بیانیه جمعی که از سوی بیش از 1000 چهره دانشگاهی جهان امضا شده بود و از دولت ترکیه درخواست میکرد به جنگ در مناطق کردنشین پایان بده و با PKK وارد مذاکرات صلح بشه. در بخشی از این بیانیه دولت ترکیه متهم شده بود عملیات هدفمند و سازماندهی شده ای رو بر علیه مردم کردنشین تدارک دیده، که در واقع همین بخش هم موجب خشم آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه شد. آقای اردوغان شخصیت های دانشگاهی ترک رو که این بیانیه رو امضا کرده بودند متهم به خیانت به کشور و همدستی با تروریست ها کرد.
بازداشت شخصیت‌های دانشگاهی ترک البته موجب واکنش اتحادیه اروپا و امریکا شد. اتحادیه اروپا در بیانیه از ترکیه خواست که برخورد نرمتر و منعطف‌تری با مخالفان خودش داشته باشد. این اقدام ترکیه در حالی است که این کشور در ماه‌های اخیر مذاکرات جدی‌تری را با اتحادیه اروپا برای پیوستن به این اتحادیه آغاز کرده. در این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هفته گذشته به نوعی آب پاکی رو روی دست سیاستمداران ترکیه ریخت و گفت هنوز راه دور و درازی در پیش است تا ترکیه بتواند عضوی از این اتحادیه باشد. تنها دو روز مانده به برگزاری نشست ژنو پیرامون چاره‌یابی برای حل بحران سوریه، هنوز اختلافات عمده این نشست رو تحت شعاع خودش قرار داده. از جمله شاید مهمترین اختلافات در شرایط کنونی اجماع بر سر انتخاب نمایندگان اپوزیسیون سوریه است. با توجه به قطب‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی، هر کشوری تلاش داره تا گروه‌های همسو با خودش رو به عنوان مخالفان سوری در نشست ژنو معرفی کنه. روز چهارشنبه در زوریخ هم وزرای خارجه امریکا و روسیه در همین رابطه با یکدیگر ملاقات کردند. در چنین شرایطی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با جان کری گفته اعلام لیست نهایی نمایندگان مخالفین سوری بر عهده استفان د میستورا نماینده سازمان ملل متحد هستش. به نظر میرسه سه قطب مهم تصمیم گیری در این زمینه، یعنی روسیه، امریکا و سازمان ملل متحد، شرایط دشواری رو برای تعیین فهرست نمایندگان مخالفین سوری در پیش رو دارن. این در حالی است که سوریه هر روز شرایط سختری رو پشت سر میگذاره. از یک سو داعش در همین هفته گذشته 300 سوری رو که بخش عمده ای از آنها زنان و کودکان بودن به صورت دست جمعی به قتل رسونده و ارتش اسد به گفته ژنرال دانفورد امریکایی با حمایت هوایی روسیه در موقعیت بهتری قرار گرفته. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خودش پیشمرگه های کرد در اقلیم کردستان عراق رو متهم به جنایت جنگی کرده. بر اساس این گزارش پیشمرگه های کرد هر منطقه‌ای رو که از دست داعش آزاد کردن به ظن اینکه ساکنان این مناطق با داعش همکاری کردن اقدام به تخریب و سوزاندن منازل مسکونی آنها کردن. عفو بین الملل در گزارش خودش گفته ممکن است این اقدام پیشمرگه ها با هدف انتقام جویی و تخلیه ساکنان عرب از این مناطق باشد و می تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود. اما تصویر هفته، اعزام نیروهای شیعی عراقی به سوریه و کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها. این نیروها تحت سازماندهی سپاه پاسداران به سوریه اعزام شدند. پیشتر سپاه پاسداران افغانی‌های مقیم ایران را تحت عنوان تیپ فاطمیون به سوریه اعزام کرده بود. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو می‌توانید در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما هستم، بدرود.